به این گوشی با دقت نگاه بکنین. ببینین نام گوشی زاپو و کمپانی اوپو هست، برند هم داره، ولی مثل گوشی های ادایس سامسونگ، جاریسکوپ و حتی سنسیویتیش هم درست کار نمیکنه. و مثل گوشی های سامسونگ ادایس وقتی برنامه را نصب میکنی با برنامه نویسیش سر نخوره نصب نمیشه. این گوشی رو من ترمیم ساختم، خیلی وقت ترمیم ساختم و راجع به جاریسکوپ خیلی ویدیو زیاد داره، ولی نمیدونم چرا شما نتیجه نگرفتین، روش غلط رفتین و یا چی رقم. خب امروز خیر، میخوایم با روش جدیدی که داریم ترمیمش بکنیم. این گوشی حتی برند هم داره، ببینین برند وقتی که در گوگل بزنی برات برندش هم میاره، ولی اصلا جاریسکوپش کار نمیکنه. و خواستم امروز رو با تصویر براتون امی گوشی رو بیارم. کسی که گوشی زاپو و یا از کمپانی اوپو گوشی دارن، بعضیشون میفهمن واقعا چه مشکلاتی رو دارن. خب بریم به طرف ویدیو. ویدیو ما رو حتما لایک بکنید. حالا به تک تک شما نازنینا، امیدوارم که خوش و سر حال باشین. خوش اومدین به ویدیوی ترمیم جایروسکوپ. من طبق وعده‌ای که بر شما داده بودم، گفته بودم هر وقت راهی را پیدا بکنم برای شما حتما آپلود میکنم. و بازم میگم این ویدیوی آخر نیست. هرگاه راه‌های جدید پیدا شوه برای شما همه تو ویدیو ساخته میرم و آپلود کرده میرم تا آخرین حد مشکل شما حل شده. قسمه که در اولی ویدیو دیدین، گوشی من هم مثل شما ها جاریسکوپ نداشت، ولی من ترمیمش ساختم. ولی ترمیم با این ویدیو نساختم، من ترمیم با ویدیوی ساختم که در اولین ویدیوی کانالم که به حساب ترمیم جاریسکوپ بود، با اون ویدیو ترمیمش ساختم. در این ویدیو بازم میخوایم که بیم جاریسکوپایی که از شما دو ویدیوهای قبل نتیجه نداده و یا روش درست نرفتین کار نکرده، میخوایم در این ویدیو ترمیمش بکنیم. این ویدیو هم ویدیوی خیلی عالی و فوق‌العاده است که مطمئن باشین در هیچ جای دیگه پیداش کرده نمیتونید. لایک های مقبولتون رو بکنید، سابسکرایب رو بکنید، زنگوله پلیش هم تیک بزنید تا هیچ یک از ویدیوهای آینده کانال تکنولوژی روز را از دست نتین. بریم به سمت ویدیو. خب در این ویدیو بر شما دو تا برنامه آوردیم. طبق وعده‌ای که همیشه من بر شما میتام، برنامه هایی که میاد ببینین، جایی که ما واقعا جای تاسف است که شرکت سامسونگ نمیدانم چرا او قطع افزاری که واقعا ضرورت است برای گوشی را نصب نکرده، و یا اگر نصب کرده چرا فعالش نکرده. ما اینجا سوال در ذهن ما خلق شده، ولی ما میخوایم اینمی را حل بکنیم. اینجا ما بر شما دو تا برنامه آوردیم، یکیش هایپر آی ام یو هست و دیگهش هایپر جایروسکوپ هست. ببینین ما برنامه اولی رو نصب کردیم، برنامه دومی رو نصب کردیم. برنامه ها همگیش در تلگرام هم هست و میتونین از طریق گوگل پلی هم دانلود بکنین. برنامه ها رو براتون در تلگرام میمونم، نسخه که خودم دانلود کردیم میتونین دانلود بکنین. اونایی که تلگرام ندارن بین از گوگل پلی خیلی راحت و آسان و ساده، همین که نامش و اسمش رو بنویسن در گوگل پلی هم میاد. برای من فرق نمیکنه، دلتان از تلگرام دانلود میکنین، دلتان از گوگل پلی، در هر دویش هست. خب مهمی است که برنامه رو داشته باشیم. برنامه اولی مهمترین برنامه ماست، خیلی مهم است، خیلی مهم است. خب اینترنت گوشیتون رو روشن میکنین. وقتی اینترنت گوشیتون رو روشن کردین، من وارد برنامه هایپر آی ام یو میشن. وقتی که وارد برنامه هایپر آی ام یو شدین، برای شما موقعیت مکانی رو میتونه که ایره باید بالای مجاز بزنین، ولی در اخیر براتون میگم باید چیکار بکنین. وقتی بالای مجاز زدین، از این قسمت بر شما یک نوت میه، این نوت باید حتما اگری بگوین و بعد بالای اوکی بزنین. و یادتان باشه که این نسخه اپدیت شده میره از گوگل پلی، خیلی نسخه خوب است. و شما هر وقتی که اپدیت اومد، لطفا ایره یک بار اپدیت هم بکنین. خیلی زیاد نیست، حدودا 4.5 ام بی یا نهایت 6 ام بی اگر در گوشی های پیشرفته نصبش بکنین، حدودا 6 ام بی می باشه. هر بار که نسخه جدید اومد یک بار اپدیتش بکنین. وقتی که وارد شدین باید یک صفحه سر می خورین، بالای پرس استارت یا می دکمه سبز میزنین. ببینین از این قسمت بالای مجاز است میزنین. اینجا خیلی گزینه ها داریم، ببینین ما کدامش رو باید فعال بکنیم تا به مشکلات بر نخوریم. اینجا جایروسکوپ L60 داریم، اولیل فعال میکنیم. بعد از او جایروسکوپ انکلیبرتری داریم، میره فعال میکنیم. بعد از او پایین که بیاین یک کم دقت بکنین، اینجا سینسور هم داریم، سینسور هم فعال میکنیم. وقتی که اینا رو فعال کردین، بالای خب اینجا دیگه گزینه نداریم، بالای اوکی کلیک میکنین. بعد
اینجا هیچ چیز را فعال بالای پرس تو استارت نمیزنید. بعد من بالای این سه نقطه که دیست گوشگر قرار داره بالای این میزنید و بعد من در ستینگ. یک چیز دیگر هم براتون بگویم که اگر کسی باورش نمیایه اسمی برنامه رو یک بار در گوگل در انگلیسی تایپ کنه ببینید که چقدر این برنامه مشهور است نسبت به برنامه های دیگر. یعنی از این حتی مردم های انگلیسی زبان هم استفاده میکنه، خیلی برنامه مشهور است. از این قسمت ما استریم پروتکل داریم، سیمپل ریت داریم، سرور آی پی آدرس داریم. ما با اینایش کار نداریم، ما با سیمپل ریت ام اس کار داریم. ببینید حالا هر ام اس که شما بازی میکنین، با هر ام اس که بازی میکنین شما ایره امتحان بکنید. مثلا فعلا ام اس که ما با پابجی بازی میکنم و ویدیویی که براتون گذاشتم که چگونه ام اس پابجی رو پایین بیاریم، معمولا با پینگ 80 یا 70 بازی میکنم و بالای تایید میزنید. شما با هر پینگی که بازی میکنین همینجا تایپش بکنین. خب درست است که بعضی وقتا بالا و بعضی وقتا پایین میشه، ولی شما همون مقداری که همیشه بایش میرین، معمولا اگر مثلا براتون هیچ معلوم نیست، فرض کنیم که حالا پینگ بین 100 تا 250 است، شما همون عدد آخر را وارد میکنین 250 و تایید میزنین. و اگر کار نکرد از 100 به طرف پایین 10 نمره پایین میل. فکر کنین حالا 100 هست، وارد پابجی میشین کار میکنه، پس میل 90 80 70 60 و متو بالاخره به 10 و زیر 10 نباید برین. خب بالای تایید کلیک میکنین، من رو باید 80 بگذارم چون با 80 بازی میکنم معمولا تایید. حالا از این قسمت ببینین سرور آی پی آدرس باید همین باشه، 192.168.197.1 بالای تایید کلیک میکنین. خب حالا ما چطور از این برنامه استفاده بکنیم؟ خیلی ساده است. ببینین شرایطی را که من میگم خوب به دقت گوش کنید. از این قسمت خارج میشین، بالای پرس تو استارت کلیک میکنین، بر شما با این قسم در چرخش میشه و از این قسمت بر شما سرور را میده که تمام جایروسکوپ ها چی است، فعال است و هیچ پروتکل انجام نشنه. بالای تکمه وسط گوشیتان میزنین و بعد میرین داخل پابجیتان. درست؟ این برنامه رو وقتی که اجرا کردین، تمام چیز درست کردین، دکمه وسط رو میزنین و میرین داخل پابجیتان. و این برنامه باید در حال اجرا باشه، 100% باید در پشت بک‌گراند تلفن در حال اجرا باشه. همین قسم دکمه وسط رو بزنین، بعد برین در هر برنامه‌ای که میتونین برین، چون ما برای پابجی کار داریم، برین داخل پابجی و گزینه جایروسکوپ بزنین، حتما براتون فعال میشه. حالا اگر من براتون فیلم بگیرم، اینترنت چون برق نیست زیاد فرصت ندارم، متاسف هستم برای این خاطر چون مشکلات برام ایجاد میکنه، ولی تا می قدر براتون میگم 100% کار میکنه، کدام تقلب در کار نیست نازنینا. فقط دکمه وسط بزنین برین داخل پابجی. اول براتون بگم در چیر پارک امتحانش بکنین، تمام چیزا در چیر پارک امتحان بکنین، بعد کی را فعال کردین بین برنامه دوم. ببینید برنامه دوم هایپر جایروسکوپ است، بالا از کلیک میکنین، این برنامه را همزمان با برنامه دیگه تپ تو استارت میزنی فعال میشه. این برنامه و این برنامه را همزمان شما فعال میکنین و بعد میرین داخل پابجی و مطمئن باشین که فعال میشه. اگر فعال نشد، برای شما در زیر دسکریپشن چند تا ویدیو دیگر را میگذارم که راجع به این قضیه است، برین ویدیو را نگاه بکنین. و من در اول ویدیو براتون گفتم که من با امو ویدیو قبلی جایروسکوپ ما ترمیم ساختیم و فعلا هم جایروسکوپ ما قسمی که میبینین کار میکنم و مطمئن باشینم از شما هم فعال میشه. و بازم میگم این ویدیو آخر نیست، براتون حتما ویدیو میذارم. و این برنامه رو وقتی فعال کردین همین دکمه وسط بزنین و این برنامه باید در حال اجرا باشه و شما باید پابجی رو بازی بکنین. هر دو برنامه باید در حال اجرا باشه. این هم بود ویدیوی ما، امیدوارستم که از این ویدیو خوشتان آمده باشه. شما نازنین ها را تا ویدیوهای بعد به لایک پاک میسپارم، کامنت بگذارین، لایک ما بکنین و سابسکرایب هم بکنین تا هیچ یک از ویدیوهای دیگه ما را از دست ندین. خداحافظم و مددکارتون.